لیگ جهانی والیبال جایی بود برای شگفتی سازی تیم ملی ایران. پیروزی‌های تاریخی و ارزشمند ایرانی‌های سراسر دنیا را به وجد آورد. برای مرور 10 بازی به یاد موندنی ایران در این تورنمنت از سعید رضایی، ملی پوش سابق که قبلا در لیگ حرفه‌ای ایتالیا هم بازی کرده، دعوت کردیم تا در این برنامه ویژه با ما صحبت کنیم. سعید رضایی، خیلی ممنون که به دعوت ما پاسخ مثبت دادی. سال 2013 میلادی یک سال باور نکردنی بود برای والیبال ایران. هیچ موقع تصورش رو هم میکردی در دورانی که بازی میکردی که روزی برسه که ایران بتونه کوبا یا ایتالیا رو تو زمین خودشون شکست بده؟ سیر والیبال ما طوری بود که من فکر میکردم، ولی خب یه مقداری تو این افت و خیزی که ما داشتیم این یه مقدار دیرتر محقق شد. ما سیری رو شروع کردیم حدود 22 سال قبل که اومد فدراسیون ما، فدراسیون وقت اون موقع اومد و آقای ایوان بوگانیکوف بازیکن خیلی قدیمی بود از روسیه که توی با تیم شوروی سابق بود و اومد و استعدادیابی کرد و استفاده کرد از بازیکنهای بلندقامت. تو والیبال ما اون زمان بازیکنهای بلندقامت خب با فیزیک خوبی که داشتن ولی خب کار تکنیک و تاکتیک ضعیفی داشتن، کسی جرأت اینا نداشت که با اونها شروع کنه به کار. ولی اون زمان فدراسیون ما شروع کرد این کارا و سیر حرکتی ما شروع شد. والیبال ما جوانان، نوجوانان، بزرگسالان خب یه دوره رفت و ما هم پیشبینی میکردیم این پیشرفتمونو. توی مقاطعی توی دهه 70 تا 80 همون دهه 70 شمسی ما این مشکلاتی داشتیم که توقفایی داشت، ولی خب بعد از اون تو این 7 8 سال اخیر ما تونستیم با تورنمنتایی که رفتیم، بازی‌های تدارکاتی که داشتیم، به کارگیری مربیایی که داشتیم بتونیم خب این موفقیت رو تحققش بدیم. ولی پیشبینی میشد، ولی خب امسال سال واقعا شکوفایی بود، پیشبینی بود که هیچ کارشناسی هم نمیتونست بکنه تو اولین حضورمون تو لیگ جهانی ما به این خوبی بتونیم بازی کنیم. از صحبتات متوجه میشم که انتظار داشتی شاید این یه مقدار زودتر اتفاق میافتاد. برای خودت شخصا دوست داشتی؟ یعنی که هیچ احساس تأسفی میکنی که چرا جزء این تیم ملی نبودم؟ من بهش میتونم بگم یه حسرت شیرین. حسرت شیرین به این مضمونی که ما حسرت میخوریم. خب شاید ما میتونستیم، اون موقع اگه ما همیشه میگفتیم به فدراسیون که آقا ما بازیای تدارکاتی داشته باشیم، ما سال یک بار، خب ما میبینیم دو سال یه بار قهرمانی آسیا، من سه دور قهرمانی آسیا شرکت کرده بودم، دو سال یه بار میافتیم با ژاپن و کره بازی میکردیم. میگفتیم خب ما اگه تدارکاتی بیشتری داشته باشیم مطمئنا زودتر به این مسئله میرسیم، ولی خب نداشتیم و ما حتی با بازی اروپایی نمیرفتیم به خاطر مسائلی که داشتیم و دوست داشتیم. این حسرت بود، ولی شیرینیش به خاطر اینه که من از یه خانواده والیبال میام که احساس میکنم الان توی جامعه، توی ورزش، تو دل مردم جا باز کرده و من هم جزو این خانواده ام و خودم رو توی این سیر حرکتی شریک میدونم و امروز شخص نیست، یک تیمه، اونم تیم ملی والیبال کشورمونه که موفقیت داره کسب میکنه. ایران تو گروهش، تو این گروه لیگ جهانی پنجم شد آخر سر. حالا میدونیم که خیلی از جاها شاید یکی دوتا پوان این ور اون ور میشد، حتی ممکن بود که ایران صعود بکنه. عملکرد ایران رو تو این بازی ها چطور ارزیابی میکنه؟ ببینیم، ما شروع ما از بازی روسیه که اتفاق افتاد، خب روسیه با یه سری بازیکنایشون که خیلی بازیکنای خوبی بودن، تو المپیک اومده بودن، قهرمان شده بودن، بلافاصله بعد یه لیگ فشرده اومدن، استراحت داده بود. ما هم خب این اعتماد رو نداشتیم به خودمون که میتونیم در مقابل روسیه خوب بازی کنیم. بازی شروع بازی اولمون بار از اشتباه بود، ولی خب با روحیه جنگندگی که اتفاق افتاد و بازیکنای ما پیدا کردن، بازی دوم حتی ما میتونستیم دو گیم بگیریم، ولی خب بازی خوب شد، روالش خوب جلو رفت تا اینکه اومدیم تهران و بازی صربستان. توی بازی صربستان هم من شخصا فکر میکنم که ما یه سری اشتباهات داشتیم، حالا هم بازیکن بود هم کادر فنیمون، خب داشتیم آزمایش میکردیم چون ارنج اصلی تیممون مشخص نبود. خب یه تجربه یه لیگ جهانی، بازیهای بسیار، بازیکنان بسیار باید داشته باشی و مرتبا باید این بازیکن‌ها عوض شن. شما نمیتونی با یه 6 تا بازیکن اصلی کامل بری در یه تورنمنت و برگردی این تورنمنت به این حساسی. پیدا نشدن ارنج اصلی باعث شد که ما نتونیم حتی بازی اولمون رو پیروز بشیم و بازی دوممون رو موفق شدیم که پیروز بشیم و خیلی هم خوب بود. ولی واقعا نقطه عطفش همون بازی ایتالیا تو ایتالیا بود که ما اومدیم ایتالیایی که حالا تغییرات داشت، ولی خب تیم خوبی بود، تیمی
بیایم تو ایتالیا تو مهد والیبال و با قدرت ببریمش و در بازی دوم بیاد ایتالیا، این بازی آلمانیم که ما شاهد بودیم چند روز گذشته، بیاد با یه حالتی که برد ایران براش یه آرزو بشه. واقعا ایتالیا به هر دری زد که بتونه موفق بشه. خب کوبا تیمش رو جوان کرده، یه سری بازیکناشون به خاطر اختلافی که داشتن با فدراسیون نیومدن، ولی باز بردن کوبا در کوبا بعد از این سفر طولانی و این روند سعودی که ما داشتیم واقعا کارنامه خوبیه. میتونستیم بیایم سوم جدول، ولی هیچ کدوم از ارزش ما کاسته نشد، ما پنجم شدیم. ولی به یادگارمون که تمام تیم‌ها رو بردیم، که حتی میتونیم به عامیانه بگیم اگر ادامه پیدا می‌کرد ما روسیه هم دوباره می‌بردیم و این روال خوبی بود، یه کارنامه قابل قبولی برای اولین حضور ما در لیگ جهانی بود. از این احساس شیرین خودت صحبت کردی که خیلی، من تمام این سالهایی که ورزش ایران رو دنبال می‌کنم هیچ موقع یادم نمیاد که بازیکن‌های تیم ملی والیبال از تیم ملی فوتبال معروف‌تر باشن. فکر می‌کنی که این حوادث اخیرم که اتفاق افتاد، مردم اومدن تو خیابون بعد از مثلا انتخابات ریاست جمهوری یا صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی برزیل، اینها چه تأثیری گذاشته روی محبوبیت والیبال و در واقع والیبالیست‌ها سوار یک موجی شدن توی این فاصله؟ ببینید، من احساس شخصی نمیم شده با ما والیبالیست‌های داشتیم که خب معروف شدن به شهر فراخور، حال اون زمان خودشون شناخته شدن، ولی اینکه بود اینقدر فراگیر باشه درباره، خب الان ما روی موج به قول خود شما سوار هستیم که شادیه و تو این شادی والیبالیست‌ها همونطوری که میدونی خب فوتبال میتونه با اتفاقات لحظه‌ای برد و باخت اتفاق بیفته، ولی والیبال با یک کار واقعا فنی خوب میتونه اتفاق بیفته و این شانسی نبوده و هر روز این شیرینی رو مردم داده و این والیبالیست‌ها هم شناخته شدن. هیچ مشکلی با رشته فوتبال یا رشته دیگه ندارم، مردم یه اختی دیگه پیدا کردن، نمیدونم، با والیبال به خاطر اینکه فکر میکنه از بطن خودشون هست، یه مقدار فوتبال به خاطر شرایطی که پشت پردهش وجود داره فاصله افتاده با مردم و مردم دوست دارن یه رشته دیگه میاد از کشورشون که از دل خودشونه و فکر میکنن بازیکناشون کاملا اخلاق و رفتار خود مردم جامعه رو در یادش میکشن و هیچ تغییراتی توشون به وجود نیومده. خیلی صحبت شد راجع به خولیو بلاسکو و ما با خودتو مصاحبه کردیم چند سال پیش وقتی که دفعه اول بلاسکو رو به عنوان مربی تیم ملی ایران انتخاب کردن. نقش اونو واقعا تا چه حد بزرگ میدونی؟ یعنی که آیا 50% بیشتر رو باید بدیم به بلاسکو یا اینکه این یک همزمانی خیلی خوشیوم بود برای والیبال ایران و اومدن خولیو بلاسکو؟ من برم یه فلش بک میزنم به داستان آقای بلاسکو و حضورش. روزی که آقای بلاسکو وارد ایران شد، خب من سال 90 تا 94 که آقای بلاسکو با تیم ایتالیا موفق شده بود، من شروع والیبالم بوده تقریبا و من خودم آقای بلاسکو به عنوان مربی بزرگ علاقه من بودم بهش. ولی آقای بلاسکو با کارهای اجرایی به عنوان یه مربی بود که در اروپا تموم شده حساب میشد، ولی ایشون یه آدمی که بازار فلسفه و کارهای ذهنیش خیلی قوی بود، کماکان خودش میدونست در چه راهی میره. درسته با تیم چک و اسپانیا موفق نشد، ولی اون هم به عنوان یه آدم موفق داشت برای خودش تجربه میکرد این سالیانا. زمانی که آقای بلاسکو ایران اومد، من سال آخر بازیگریم بود، دو سال قبل، من بعد از بازی پیش آقای بلاسکو رفتم، با اسخایی که کلمه داشت با ایتالیایی صحبت کردم، خب برام آدم بزرگی بود، راحت صحبت کردم. آقای بلاسکو بهش گفتم شما چی میبینید تو والیبال ایران؟ نکته ای که گفت خیلی قشنگ بود و واقعا هم همون مسئله، گفت ایران پر از بازیکنه. یعنی ما میخوام به شما بگم که آقای بلاسکو در کشوری گام گذاشت که خودش میدونست بسترش آماده سازی شده برای اینکه بتونه تغییر بده. ما مربیان خیلی خوبی داخل داشتیم، آقای مدنی 3 سال مربی تیم ملی بود، ما را از رده هایی که به شانس ما سوم و چهارم میشدیم یا دوم یا سوم، قشنگ یه تیم ثابت دوم آسیا کرد و توی آسیا موفقیت ما با قهرمانی آسیا تو تهران خب آقای بلاسکو انجام داد، ولی خب حمایت تماشاچی بود. ولی نحوه بردن تیم های بزرگ دنیا کاری است که ما هیچ کدوم مربی داخلی تجربه اش نداریم. ما الان آقای مدنی اومده با آقای بلاسکو همکاری میکنه تا در کنار ایشون با یه فکر بزرگ یاد بگیریم بازی در لیگ جهانی، بازی با تیم‌های بزرگ. آقای بلاسکو کسیه که میشناسه بازیکن‌های تیم‌های خارجی‌ها و این روحیه جنگندگی به تیم ما القا کرده. ما از نظر فنی تفاوت آنچنانی نمیتونم بگم آقای بلاسکو آنچنان داره با مربی تاپ دنیا، ولی از نظر تفکری که حاکم میکنه و کوچینگ بالایی که داره موفقیت داره، ولی درصد نمیتونیم بگیم چون اون زحمت توسط بازیکن‌ها کشیده میشه. اگه اون ابزار و این بازیکن‌ها نداشته باشه، آقای بلاسکو در اسپانیا و در چک هم موفق نمیشد. بالاخره یه گروه
از همه پشت صحنه آمد چیز شدن تا آقای ولاسکو بتونه دقیقا با یه محوریت خیلی خوب اونا موفق کنه. درصد گذاری برای این کار میتونم بگم ضایع کردن حق اون آدم هم هستش. درصد نمیذاریم ولی همین گروهی که پشت سر بازیکنها هستن داریم صحبت میکنیم. فکر میکنه که فدراسیون چه کارایی کرده؟ ببینید این روال فدراسیون همونطور که من بهتون گفتم روال فدراسیون برمیگرده 22 سال قبل که آقای ایوان موگانیکوف اومد و توی این پروسه مربیان داخلی نه این چند سال اخیر رو صحبت چند سال اخیر ببینید ادامه اون راهه. ببینید چندی مربی خارجی اومد خوب یا بد اتفاق افتاد. بالاخره ما از این آزمون خطا که داشتیم به یه نتیجه هایی رسیدیم که دیگه الان مثلا آقای پارکیبون مربیه که دیگه برای ما کاری نداره و ما به احتیاج داریم به یه مربی که این تغییر پاس بده. ولی خب فراهم کردن این کار فدراسیون باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این کار گروه کارشناسی به این نتیجه رسیدن که آقا این موفقیت توسط آقای ولاسکو یا آقای مثلا پرندی از ایتالیا یا دوستان میشه گزینه های دیگه برطرف شده. مطمئنا حمایتش بوده، حمایتی که از طریق فدراسیون اتفاق شده، این تصمیم گیری طریق فدراسیون بوده. تو و بهنام محمودی خب باز به یک جایی دست پیدا کردید و اون بازی کردن در لیگ ایتالیا بود که یه سطح بالاتری از فکر میکنی از این بازیکنهای تیم فعلی آیا باید برن تو لیگای دیگه بازی بکنن و آیا توانایی که در لیگای دیگه بازی بکنن دارن یا نه؟ دقیقاً ببینین دقیقاً دست گذاشتین رو نکته‌ای که خیلی من دوست دارم اینجا بگم. اینا ببینین حضور من و بهنام توی ایتالیا بوده 12 سال پیش نقطه عطفی نه در ورزش والیبال خودمون در ورزش کشورمون شد. یه دیدگاهی داشتیم، درسته اون موقع پذیرفته نمی‌شد، ما محکوم بودیم که آقا شما رفتین اومدین و شما می‌خواین داستانی دیگر رو به ما القا کنین. به قول همین آقای پارکیبون خیلی حرف قشنگی میزد، به ما میگفت شما حرفتون پذیرفته نمیشه، چون اگه حرف شما پذیرفته بشه حرف اونا رد میشه و اونا حرف شما رو نمیپذیرن. ولی خب به مرور زمان انجام شد و ما خوشحالیم که این کار انجام شد، اون روالی کندیده شد. حضور بازیکنان ما 100% میتونه برای حرفه‌ای شدن والیبال ما کمک کنه. ولی متاسفانه یه مقداری تا شنیده‌هایی که من دارم همشون هم پیشنهاد دارم بیشترشون میتونن، تفاوت مالی والیبال در ایران و خارج از کشور زیاد نیست و ایران با همین شرایطی که داره از نظر مسائل مالی تو بعضی باشگاه‌ها برای بازیکنان تاپ فقط مبلغ مالی خوب میده و به خاطر همین بازیکنان ما متاسفانه فکر می‌کنم یه مقدار حسابگری میکنن درباره این مسائل. و من نظر شخصی من با یکیشون صحبت کردم و مطمئنم با بقیهشون هم صحبت خواهم کرد که یک سری مسائل دیگه فراتر از مسائل مالی است و اون هم این طول دوران بازیگریشون حرفه‌ای شدن ورزش خودشون و کشورمونه. چون ما میتونیم به راحتی بازیکنامون توی لیگ‌های ایتالیا و روسیه بازی کنن و برگشتشون داشته‌هاشون رو والیبال کشورمون بدن. یعنی توصیه‌ت اینه که حتی اگه پول کمتری گرفتن برن به اون کشور. کاری که تقریبا منو بهنام همون زمان کردیم. منو بهنام اون زمان شاید مسائل مالیمون فراتر از ایران بود، ولی با درصد بالایی که به باشگاه خودمون پیکان میدادیم و وکیل میدادیم تقریبا مسائل مالیمون خیلی کمتر بود. و بعد از اون هم ما بخاطر خودمون هم برگشتیم. ما خب تعداد سهمیه بازیکن خارجی کم شد، ما مجبور بازگشت شدیم. ولی ما این کارو کردیم و این کاری شد. شما دیدین تو فوتبال علی دایی و آقای کریم باقری توی آرمینو بیلفیت دفعه اول با پول بسیار کمی رفتن. ما باید بریم شناخته بشیم بدونن. اون زمان وقتی شما میگفتی از ایران یه بازیکن اومده اصلا تعجب میکنن ایران والیبال داره، ولی الان ایران یه پدیده شده که میتونن خیلی راحت برن و بعد از یک سال بهترین مسائل مالیش هم براشون اتفاق بیفته و از همه مهمتر مسئله حرفه‌ای و پیشرفتشون تو ورزشه. حالا همین سوال رو برعکسش بکنیم، در مورد بازیکنهای خارجی که میان تو لیگ ایران بازی میکنن، فکر میکنی که آیا باید بیان؟ باید اونا هم لیگ در سطحی باشه که از این بازیکنها ما بهره بگیریم؟ ما داشتیم سابقه بزرگ بازیکن خارجی خیلی سال قبل تر داشتیم. خب الان به خاطر تغییراتی که مسائل ارزی اتفاق افتاد یکم سخت شد دیگه، نمیشه انجام بدی، ولی قبلا داشتیم. ولی گزینش خوبی نمیشد در چند سال اخیر. چرا ما چند تا بازیکن خوب هم گزینه شد از بلغارستان، پارسال بودن پاسور تیم ملی صربستان بازیکن تیم ایران بود، بازیکن بلغارستان همینطور داشتیم. گزینه ها بهتر شدن چون میگم مسائل مالی اشتیاقی به این بازیکن ها میده میاد، ولی گزینشش خیلی مهمه. ببینید خب هر باشگاه موظف احتیاط دوستم داره میتونه به کارشناسی خود مربیش انتخاب کنه، ولی به نظر من از یه فیلترینگی باید رد شه که هر بازیکن خارجی وارد نشه، بازیکنای وارد بشن که در لول خاصی وجود دارن و بتونن به والیبال ما یه چیزهایی بدن. از مسائل مالی یک لحظه بگذریم،
وقتی نگاه میکنیم به سطح والیبال، الان تیم ملی والیبال ایران دیگه جا افتاده است در سطح بین المللی، دیگه میشناسنش همه. فکر میکنی که لیگ ایران هم در همون سطح هست؟ ببینید لیگ ایران چند سال اخیر خیلی پویا شده. ما یه قانونی گذاشتیم چندین سال پیش در لیگمون، یعنی فدراسیون بخت و گذاشت ما هم تابعیم و چیز توی این مجموعه، چون تعصبی داریم والیبال میگیم ما هم چون توی این گروه هستیم و این خانواده هستیم، که هر تیم معذب به استفاده از دو بازیکن جوونه و چندین بازیکن امید، و همین بازیکن‌ها در دل لیگ ساخته شدن. بیشتر این بازیکنایی که می‌بینین ساخته شدنشون در اردوی تیم ملی جوانان و نوجوانان بوده، ولی پویاییشون در لیگ ما بوده. ولی خب متاسفانه ما به خاطر تورنمنت‌های بسیار زیادی که داریم لیگمون کوتاه مدت و فشرده برگزار میشه. ما الان تیم روسیه کشور روسیه است که لیگ 10 ماهه داره، ایتالیا 7 ماهه داره، ولی ما لیگمون خیلی کوتاه میشه. امسال هم به خاطر مسابقات قهرمانی آسیا دیرتر شروع میشه. من فکر میکنم اگر فوکوس ما باز هم روی این لیگ خوب پویامون باشه، ما خیلی بازیکنای خوب، آقای ولاسکو از ایتالیا تمام فیلمای لیگ ایران رو میدید و بازیکنایی که همیشه برای شما سورپرایزه که اینها از کجا پیدا میشن، هر دفعه آقای ولاسکو یه بازیکن جدید میاره، همین دلیل لیگه که میتونه پیداشون کنه. صحبت از اینه که با وجود این موفقیت‌ها امکانات والیبال به اندازه کافی در سطح کشور نیستش. این رو مقصر کیو میدونی؟ وزارت ورزش یا فدراسیون والیبال؟ حالا که این همه اشتیاقم پیش اومده چیکار باید کرد؟ فراگیر شدن والیبال من الان حس میکنم تو مردم، یعنی مردم الان علاقه من شدن که کار کنن والیبال. ببین ما بالاخره تو کشورمون هست، ولی یه مناطقی داریم مثل گنبد، ارومیه، اینها والیبالی خیزن، خیلی شهرهای والیبال، مشهد، خیلی جا. ولی خب توی قسمت‌هایی که شهرهای قبل ما داشتیم با امکانات خیلی کمی هم میتونست اتفاق بیفته. ولی من نظر شخصی مینه، میگم ما به خاطر اینکه روی مسائل ملیمون و مسابقات ملیمون زیاد توجه کردیم، یه مقداری توی اینها مشکلات و چیزایی که شما مد نظرتون سخت افزاری برمیگرده به کمک‌های سازمان به فدراسیون، چون فدراسیون الان تمام بودجه و تمام توانش برای اینه که تیم ملی و در چندین رده نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، ساحلی و همه رو حمایت کنه. خب در مسائل سخت افزاری این کار برمیگرده به سازمان تربیت بدنی که ساپورت کنه که بتونه با اهدافی که فدراسیون داره به این نتیجه که شما هم گفتی و والیبال دوست داره برسه برسه. خب بالاخره تو این لیگ جهانی که الان چند تا بازی برگزار شد، 4 تا بازی میزبان ایران بودش. چرا این بازی ها مثلا تو اصفهان، تو تبریز، تو شیراز برگزار نشد؟ ببین من تا جایی که خودم شنیدم قرار بود که یه بازی حتی توی ارومیه اتفاق بیفته. یعنی ببینین چون ارومیه بعد از تهران شرایط سالون و همه این مسائل داره، ولی شما توجه کنیم ما سال اول حضورمون تو لیگ جهانیه و یه سری مسائلی هست که ما هنوز تجربه نکردیم. ما میزبانی های خیلی خوبی داشتیم تو نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، قهرمانی آسیامون داشتیم، ولی خب لیگ جهانی شرایط خاص خودشو داره و ما هنوز این تجربه رو نداشتیم. مطمئنن ببینید ایتالیا سالهاست برگزار میکنه و میاد دوتا بازیشو در مودنا و ساساری برگزار میکنه، ولی خب کوبا همون هاوانا رو برگزار میکنه. ولی تو ایران پتانسیلش وجود داره، همون شهرهایی که گفتین، حتی ارومیه، اصفهان، شهرهای دیگه وجود داره، ولی در سال اول این کار یه مقدار ریسک بزرگی بود برای والیبال. آخه حتی صحبت اینم بودش که مثل اینکه نور ورزشگاه آزادی 12000 نفری هم استانداردهای بین المللی نیست و از این صحبت ها میشد. خب اگه قراره که استاندارد نباشه، نه چرا؟ مشکلات ورزشگاه 12000 نفری ما مشکلاتمون خیلی قبل‌تره، چون این سالن چند منظوره است و به خاطر همین شما نمیتونی بگی این سالن مخصوص والیبال. مثلا ما تو ارومیه سالونی درست کردیم که مخصوص والیبال درست کردیم، اونجا هم همینطوره، مشکلاتیه که قابل رفع شدنه. ولی در 12000 نفری شما چند منظوره است، مسابقات قهرمانی کشتی جهانو میگیری، والیبال میگیری، و به خاطر همین اون واحد نوری که احتیاج داره استفاده بشه متفاوته. این یه مسئله که میگم این به برنامه‌ریزی برمیگرده، این برنامه‌ریزی برمیگرده که سالن 12000 نفری آماده بشه. این چیزی نیست که بخوایم بهش بهونه بگیریم که الان بگیم که حالا چطور، چون از لحاظ مثلا میگم مسائل تشریفاتی و کارهای تبلیغاتی و اطراف که خیلی بزرگتر هست برای یه برگزاری تو لیگ جهانی، ما قابلیتش داریم. اینها خیلی من به نظر موضوعات کوچیکی میتونن حل کنن، اون دیگه سهلنگاری اون دوستان بوده. سعید رضایی، تو خیلی موفقیت های زیادی داشتی با تیم ملی به عنوان باشگاهی، ولی یه تلسمی هستش که هنوز دست نخورده باقی مونده و حتی این تیم فعلی هم هنوز نتونسته حلش بکنه و میدونی که اون ماجرایی که سر بازی چین و استرالیا پیش اومد. فکر میکنی که ایران کی بالاخره به المپیک راه پیدا میکنه؟ تیم ملی والیبالش میتونیم تو ریو ببینیم این تیم فعلی رو؟ توقعات رفته بالا، همه شرایطی که دیگه ایران باید تو المپیک بازی کنه. ما دور قبل هم میتونستیم، ولی خب یه نگاه متفاوته. من یه بار تو صحبتام برای بازی و استرالیا گفتم،
ما الان دو ماه تقریبا 3 ماه آینده مسابقات قهرمانی آسیا داریم. شما استرالیا رو خواهید دید، اون استرالیایی که رفت المپیک نیست. یک سری کشورها مثل استرالیا، آمریکا نگاه المپیکی دارن. وقتی نگاه المپیکی داشته باشن از 4 سال قبل کار میکنن برای المپیک. ما در ورزشمون این یه چیزی که در فوتبال همه جا داریم، دقیقه 90 آماده میشیم بریم جام جهانی، دقیقه 90 میریم برای المپیک. الان ما خب برنامه‌های فشرده‌ای که فدراسیون ما داشت تمام توانش برای لیگ جهانی امسال گذاشت و سال بعد. من فکر میکنم با این توقعاتی که انجام شده، با این تفکراتی که انجام شده، با درسی از اینکه نتونستیم بریم المپیک لندن گرفته شده، ما مطمئناً توی المپیک ریو خواهیم بود. بستگی داره به شرایط. ببین شرایط شرایطیه که میبینی تو اون زمان قرار میگیری با مقابله تیم و یه اتفاق در یک شب ما را باز می‌داره. ولی روال کار توی والیبال و اتفاقات خیلی کمه، چون روی حرکت ما روی سعودیه و ما میتونیم خیلی راحت خودمون رو توی مسابقات ببینیم. خیلی جالب این صحبتایی که کردی. خودی ولاسکا هم گفته که قهرمانی آسیا رو به هیچ وجه تموم شده نباید بدونیم، به خاطر اینکه الان تمام اون تیم‌ها استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی میان که ایران رو شکست بدن، به خاطر اینکه دیدن که ایران چقدر پیشرفت کرده و هدفشون شکست دادن ایرانه. از طرف دیگه هم بازیکن‌های ایران ممکنه که دچار یه غروری بشن بعد از این نتیجه‌ای که به دست آوردن. من از توی حرف شما می‌خوام یه برآورد کنم، یه نکته توی دو تا بازی اول دوم آلمان. ما بازی اول خیلی راحت بازی کردیم، تیمی که بالا صعود نمی‌کنه بره خیلی راحت بازی کردیم، ولی تیم آلمان پر از اشتباه، پر از سرویس های خطا و اشتباه، چون میخواست برنده اون بازی بشه که بتونه در بازی دوم هم امتیاز بگیره بره. بعد از باختش من پیش بینی میکردم، نه حالا باخت 3-0 خب خیلی بازی نزدیک بود، که آلمان راحت تر بازی کنه. به این مسائل روحی روانی خیلی مهمه. الان آقای براسکو مربی باهوشه، کسیه که از الان داره به این مسائل فکر میکنه و کسی بوده که موفقیت والیبال ما تو مسائل روح و روانی و جنگندگی که تو بازیکنان ایران هستش ایجاد کرده و اون از همین الان داره این مسائل میبینه، چون 100% ما برای دفاع از قهرمانیمون مشکل میشه و تیم‌های دیگه به خیلی عامیانه میگم چیزی از دست نمیدن، میان جلوی ما تلاش کنن. ولی نشون داد والیبال ما از نظر روحی روانی که موفقن، بازیکنان ما دیگه برای هر همون حرفی که گفتن یاد گرفتن که برای هر پوان بیش از حد شادی نکنن، به فکر پوان بعدی باشن و جنگندگی تا آخر بازی و نتیجه گرفتن. چشم انداز والیبال ایران چطور می‌بینید؟ جوانان، نوجوانانی که دارن رشد می‌کنن، تو تیم‌های ملی میان، تو باشگاه‌ها دارن میان، مدارس والیبال هستش الان، اینو آینده رو چطور دارید؟ من آینده رو که خب طبیعتاً با این رشدی که کردیم از همین جوانان، نوجوانان بوده و خیلی خوب می‌دونم، ولی من فکر می‌کنم هنوز ما جا داریم توی کار برای استعدادیابیمون. ببینید ما تو مقاطعی که من صحبت کردم افت و خیز داشتیم به خاطر مشکلاتمون تو استعدادیابی بود. یه زمانی داشتیم آقای ستکوویچ اومد، اینا بیشتر بازیکنهای ساخته شده آقای ستکوویچ در جوانان هستن. یه مقواقع میبینیم نه، انتخابمون حتی در یه سری مربیا و نوع سلیقه استعدادیابی باعث میشه که این حرکتی کم کنتر شه. ببینیم وقتی که شما در سال 2013 هستی توی والیبال دنیا میای بهترین کار میکنی، توان مالی لیگا داری، باید بهترین نوع استعدادیابی رو بگیری. به نظر میاد خودت هم خیلی علاقه داری. من هر چی دارم اینا رو جمع و جور میکنم، نگاه میکنم میبینم برای کسی مثل تو با کوله باری از تجربه، با زبونهای خارجی آشنا هستی، تو لیگای خارجی بازی کردی، الان والیبال محبوبه تو ایران. فکر میکنم تنها کاری که الان برای تو هستش اینه که بری مربیگری بکنی در ایران. من البته سابقه مربیگری دارم، پارسالم تو لیگ سابقه مربیگری داشتم. یه مقدار سخت وارد شدم تو این مقوله، هنوز هم به عنوان یه تجربه بهش نگاه کردم، نگاه جدی نداشتم. مربیگری داشتم، بین المللی گرفتم و احتمالاً برگردم هم مربی شرکت میکنم اگر اتفاقش بیفته. ولی توی من خودم علاقه شخصیم همون کار روی نوجوانان و جوانانه، ولی متاسفانه مسیر حرکت یه مقداری خطرناکه. شما نوجوانان جوانان تربیت میکنی، ولی مسیر اگر اشتباه باشه توسط یه مربی که کار تجربی میکنه به انحراف کشیده میشه. علاقه شخصیم بوده مربیگری هم. منظور چیه از اونه؟ ببینین شما یه بازیکن آماده میکنی، بازیکن نوجوان و جوانان کار میکنی، بعد سال بعد که وقت جوانان امید میشه دیگه شما باشه ادامه نمیدی. ببینید توی ایتالیا وقتی که ما بازی میکردیم، ما یه باشگاه بودیم تو سری آ ایتالیا، یه شهر بین فلورانس و پیزا، یه شهر کوچیک، نه فلورانس نه پیزا که شهرهای بزرگ بودن، تیم نداشتن، ولی این تیم کوچیک تو سری آ تیم داشت. ولی امکانات در تمام شرایط لیگ در همه چیزها، مربیگری و نحوه تمرینات یکسان بود. ولی هنوز میگم جایی که انتخاب کنم، حالا چون لطف شما به من بود، ولی انتخاب جایی که باشم حالا توی والیبال گذاشتم منوط به این حرکت که ببینم تا کجا میتونم بهتر باشم و راحت تر کمک کنم. خب واقعا تصمیم خودت چی هستش؟ الان خودتو کجا میبینی؟
من فعلا میبینم من بازیکن تیم ملی بودم، باشگاهی بودم، تموم شده. من برای مربیگریم فکر میکنم با همه اون تجربیاتی که دارم باز میتونم در کلاس اول قرار بگیرم و مربیگری اینجوری جلو کنم. متاسفانه داستانی که هست، ما تو ایران همه بازیکن تیم ملی هم خودمون میدونیم، هر کی بازیکن تیم ملی بوده هر روز همون میخواد بشه مربی تیم ملی. همه نمیشن مربی تیم ملی. میتونیم تجربه کنیم، پله پله بریم، با حرکت درست به یه جایی برسیم که به یه قسمت والیبالمون کمک کنیم. اگر لیاقت داشته باشیم میریم مربی تیم ملی هم میشیم و خدمت میکنیم به کشورمون. ولی اینو باید بدونیم که درسته بازیکن خوبی بودیم، ولی برای مربی شدن آقای ولاسکو درس بزرگی است برای ما. من با آقای ولاسکو صحبت کردم، همیشه هم ازش میپرسم. آقای ولاسکو بازیکن آنچنانی نبوده، ولی راهش هم کامل و درست رفته. بازیکن تیم ملی هم نبوده. خیلی از مربی ها همینطوری بودن. اگر بازیکن تیم ملی هستیم و میخوایم مربی خوبی بشیم، باید سلسله مراتب رو طی کنیم. سعید رضایی، خیلی ممنون از شرکتت در این مصاحبه. ممنون از شما.